در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از مذاکره ایران و بریتانیا درباره بدهی 400 میلیون پوندی، افزایش احتمال استرداد مؤسسه ویکی‌لیکس با آمریکا، پایان ماموریت‌های نظامی ائتلاف بین المللی ضد داعش در عراق و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 20 آذر، شمار مبتلایان کرونا در جهان به 269 میلیون و 700 هزار و آمار فوتی‌های ناشی از این بیماری به 5 میلیون و 316 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون بیش از 242 میلیون و 500 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. آمریکا در حالی به مرز 51 میلیون مبتلا نزدیک شده که نرخ شناسایی مبتلایان جدید این کشور دوباره افزایش یافته است. از سوی دیگر کوبا موفق شده شمار فوتی‌های روزانه خود را تک رقمی کند و حتی در برخی روزها به صفر برساند. در بریتانیا نیز روز جمعه بیشترین تعداد مبتلایان جدید طی یک سال ثبت شد. در کشور فرانسه هم که در روزهای اخیر با موج گسترده کرونا درگیر شده، طی سه روز گذشته به طور میانگین حدود 59 هزار مبتلای جدید شناسایی شده است. در سوی دیگر جهان، کره جنوبی در سه روز اخیر به طور میانگین بیش از 7 هزار مبتلای جدید را شناسایی کرد. رکوردی که از زمان آغاز همه‌گیری در این کشور بی سابقه بوده است. دولت اتریش نیز اعلام کرده است تمام افراد بالای 14 سال اگر از تزریق واکسن خودداری کنند، از اول فوریه 2022 تا سقف 3600 یورو جریمه می‌شوند. اسکات موریس، نخست وزیر استرالیا نیز گفته است کودکان 5 تا 11 ساله در این کشور از 10 ژانویه 2022 در برابر کرونا واکسینه می‌شوند. مذاکره ایران و بریتانیا درباره بدهی 400 میلیون پوندی. روزنامه گاردین به نقل از محسن بهاروند، سفیر ایران در لندن، مدعی شد یک هیئت دیپلماتیک از بریتانیا برای حل مسئله بدهی این کشور به ایران به تهران سفر کرده است. طبق اعلام بهاروند، هیئت بریتانیایی و مقامات ایران بر سر یافتن محتمل ترین راه انتقال بدهی 400 میلیون پوندی انگلستان به ایران گفتگو کردند. ایران در دهه 70 میلادی سفارش خرید 1500 تانک چیفتن از بریتانیا را نهایی کرد. اما پس از وقوع انقلاب، انگلستان سفارش را لغو و از بازگرداندن پیش پرداخت ایران خودداری کرد. افزایش احتمال استرداد مؤسسه ویکی‌لیکس به آمریکا. یک دادگاه تجدید نظر در انگلستان حکم ممنوعیت استرداد جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس را لغو کرد. با این حکم امکان استرداد آسانج به آمریکا قوت گرفته و در صورت این اتفاق او به 175 سال زندان محکوم خواهد شد. مؤسسه استرالیایی و 50 ساله سایت ویکی‌لیکس از سوی مقامات آمریکایی در 18 مورد متهم شده است. اتهاماتی که مربوط به یکی از بزرگترین افشاگری‌ها از سوی سایت ویکی‌لیکس در خصوص اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک آمریکا است. ویکی‌لیکس در سال 2010 فیلم‌ها و اسناد محرمانه از عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را منتشر کرد که نشان دهنده بدرفتاری نیروهای آمریکایی با زندانیان و قتل غیر نظامیان بود. پذیرش 40,000 شهروند افغان توسط اتحادیه اروپا. کشور عضو اتحادیه اروپا متحده پذیرش 40,000 شهروند افغان شدند. طبق این توافق آلمان پذیرایی 25,000، هلند حدود 3,000، فرانسه 2,500 و 12 کشور دیگر نیز شماره کمتری از مردم افغانستان را اسکان خواهند داد. در حال حاضر حدود 85,000 شهروند افغان به کشورهای نزدیک اتحادیه اروپا پناه بردند. در خبر دیگر از افغانستان، خیران و احتکنندگان مالی بر سر انتقال 280 میلیون دلار به سازمان‌های برنامه جهانی غذا و یونیسف به توافق رسیدند. این مبلغ قرار است از سوی این سازمان برای ارتقای سلامت و وضعیت تغذیه مردم افغانستان استفاده شود. پایان ماموریت‌های نظامی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عراق. ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا از پایان عملیات نظامی خود در عراق خبر داد. 2500 سرباز مربوط به این ائتلاف که هم‌اکنون در عراق حضور دارند، از این پس تنها برای مشاوره و توانمندسازی نیروهای امنیتی عراق مورد استفاده قرار می‌گیرند. فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز در بیانیه ای اعلام کرد فقط مجموعی از مستشاران به جای نیروهای سابقه ائتلاف برای حمایت از نیروهای امنیتی عراق در این کشور باقی خواهند ماند. دستور قاضی انفجار بیروت برای بازداشت وزیر دارایی سابق. با آغاز مجدد تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت، طارق بیطار، بازپرس قضایی این پرونده در نخستین گام دستور بازداشت علی خلیل، وزیر دارایی سابق لبنان را صادر کرد.
پیش از این تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت به دلیل اعلام جرم علیه حسن دیاب، نخست وزیر سابق و وزرای پیشین این کشور با مشکل و بحران سیاسی روبرو شده بودند. در 14 مرداد سال 99 مقادیر زیادی نیترات آمونیوم در بندر بیروت منفجر شد و در پی آن 220 نفر جان خود را از دست دادند.